سلام بچه ها، من خاله مینا هستم و امروز میخوام براتون یه پری دریایی کوچولو خیلی با نمک و نقاشی کنم. این نقاشی خوشگلو غزل جونم یکی از شاگردای خیلی باهوش و با نمک و خوشروم از من خواسته. غزل جون از ساکرامنتو هست و 4 سال و نیمشه. امیدوارم که همتون از نقاشی امروز کلی خوشتون بیاد. برای کشیدن پری دریایی بچه ها، اول با یه دایره توپل مپل شروع میکنیم، مثل این دایرهی که اینجا کشیدم. بعدش یه خط صاف از این ور دایره میام پایین، یه خط صاف از این ور. حالا این دوتا خط رو بچه ها میخواییم به همدیگه وصلشون کنیم، ولی نه با خط صاف، با خط کجکی. اینطوری میام پایین، میرم بالا. حالا یه بار دیگه همون شکل رو یه کوچولو پایین ترش میکشم بچه ها، خیلی زیاد فاصله ندینا، یه کوچولو. بعد گردالو میرم میچسبونم به اون خط صاف بالای. ببینید اینجا اینطوری. خب حالا میخواییم بریم دوم پری دریاییمون رو بکشیم بچه ها. شما میتونید دومشو به هر طرفی که دوست دارین بکشین. میتونید این برکی باشه، میتونید اون برکی باشه، میتونه بشین اصلا روی صخره ای، سنگی، هر جوری که خودتون دوست دارین. هر کاری که میخواییم بکنین بچه ها از اینجا شروع میکنید و به هر سمتی که دوست دارین دومشو بکشین به اون سمت میبرین. از اون یکی طرفم میبرین به سمت همون خطی که کشیدین. اگه هم دوتا خطتون به هم دیگه چسبید هیچ اشکالی نداره بچه ها، حتما نباید فاصله داشته باشه. حالا فکر کنیم میخواییم دوتا برگ بکشیم بچه ها، یه دونش این وریه، یه دونش اون وری. حالا دیگه پری دریاییمون میتونه راحت شنا کنه. حالا بریم سراغ موهاش. موهاش بچه ها خیلی پری دریاییمون رو خوشگل میکنه. اول یه خط صاف گذاشتم گوشه دایرمون بچه ها. بعد انگاری میخوام موهاشو ببرم تا اون تب. بینگ 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 از سرشم زد بیرون. اما اشکال نداره بچه ها، انگار پریداریمون داره شنا میکنه، آب خورده به موهاش، داره اون ورکی میره. تازه میتونیم موهاشو رنگای مختلف کنیم، مثلا میتونیم موهاشو صورتی کنیم مثل مال من، میتونیم بنفش کنید، زرد کنید، آبی کنید، سبز کنید، هر رنگی که خودتون دوست دارین. آخه پریداریایی دیگه، هر جوری که خودمون دوست داریم میتونیم رنگش کنیم. همه جوریش هم به نظر من خوشگل و خیلی هم نازیه. الان میخوام دستاشو بکشم بچه ها، ولی من دستاشو خیلی آسون میکشم، دیگه انگشتش اینا نمیکشم که یه وقت سخت نشه. ولی شما اگه دوست دارین خب میتونین انگشتاشم بکشین. من همینطوری کشیدم دستاشو خیلی ایزی. مثلا دستاشو برده بالا، داره میگه بچه ها سلام، مرسی که دارین منو نقاشی میکنین. بعد ما میگیم که خواهش میکنم پری دریایی جون، خب شما خیلی خوشگلی، بعد ما دوست داشتیم شما رو نقاشی کنیم، ببخشید. بعد پری دریایی میگه خواهش میکنم، ایوا شما خاله مینایین؟ بله من خاله مینام، شما منو میشناسین؟ تو دریا هم بچه ها خاله مینا رو میشناسن. وای چه خوبه، سلام برسون پری دریایی جون. باشه خاله مینا، من شما رو خیلی دوست دارم. منم شما رو خیلی دوست دارم، خواهش میکنم. آه بچه ها دیدین چی شد؟ پری دریایی با من حرف زد، تازه گفت منو خیلی دوست داره، گفت همه تو اقیانوس خاله مینا رو میشناسن. وای نه بچه ها، شوخی میکنم. پری دریایی با من حرف نزد اصلا. بعدشم ولی چه خوب بود، اگه آدم یه دوست داشت پری دریایی بود، میتونست باش حرف بزنه، خیلی خوب میشد. البته که من شما رو از همه بیشتر دوست دارم، از همه پری دریایی های دنیا من شما بچه ها رو دوست دارم که دارین نقاشی من رو نگاه میکنین. بله شما که نقاشی رو نگاه میکنید، بعد نقاشی رو میکشین برای من میفرستین، من کل خوشحال میکنین. وایسا ببینم شما کوچولی که داری نقاشی رو نگاه میکنی،
اگه ویدیوهای من نگاه میکنی و دوست داری یا داری نقاشی میکنی، ویدیوهای منو لایک کردی، خاله مینا رو سابسکرایب کردی. خب اگه نکردی ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن که منم خوشحال بشم و هر روز برات ویدیو جدید درست کنم. بچه نگاه کنین، من دوم پری دریاییمون رو چین 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 کردم، بعدا میخوام رنگش کنم. شما میتونید مثل مال من چیناشو بنفش کنید، صورتی کنید یا حتی رنگ و رنگ بکنید که به نظر من رنگ و رنگش هم خیلی خوشگل میشه. بعد میتونید رو سر پری دریاییتون یک گل سری، گلی، پاپیونی، حتی روی سرش میتونید یه صدف بکشین، ستاره بکشین، هرچی که دوست دارید. اینطوری پری دریاییتون کلی خوشگل تر میشه. حالا میخوام یه عروس دریایی هم بکشم. بچه ها نگاه کنید، یه نصف دایره و پایینش رو دو بار چین چینی کردم. اینم دو تا چشم خندون و یه دهن کوچولو. بیلینگو 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 بیلینگ 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 بیلینگ. نگاه کنید چقدر خوشگل و بامزه شد. من که خیلی خوشم اومد، امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه. بچه ها میتونید بچه ها دور و برش ماهی های رنگ و رنگ و خوشگل بکشید، گیاه های دریایی بکشید، هرچی که دوست دارید دور و برش بکشید، نقاشیتون رو خوشگل و خوشگل تر بکنید. بچه ها میتونید صدای دریا به آدم آرامش میده. حالا بیایم یه ذره چشمامونو ببندیم، به صدای دریا گوش بدیم، به صدای پری دریایی، و بعدش بریم سراغ رنگ‌آمیزی.